به سوی تمدن بزرگ نگارش توسط محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران قسمت هشتم امور کار و کارگری دو اصل چهارم و سیزدهم انقلاب مربوط به کار و کارگری و واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است این دو اصل مانند اصل اصلاحات ارزی و دیگر اصول مربوط بدان از ارکان انقلاب ایران به شمار می رود. اعلام و اجرای اصل چهارم یعنی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های سنتی و تولیدی سراغاز اصر تازهی در قلمرو کار و صنعت در ایران بود. اجرای قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی و صنعتی با استقرار نظام منطقی در روابط کارگر و کارفرما زمینه مساعدی برای ایجاد واحد های تولیدی و صنعتی بزرگ ایجاد کرد. با گشایش کارخانه های عظیم زباهن، ابزار ماشینی، آلمینیوم، تراکتورسازی، مجتمع های پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ، نیروی شاغل در بخش صنعت از مرز یک میلیون نفر گذشت. همچنین افزایش شایان توجهی در تعداد مهندسان، تکنیسیان ها و کارگران ماهر حاصل شد. در شرایط تازه طبق قانون از کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی خواسته شد که پیمانهای جامع با کارگران با توجه به دستمزد تولید انگیزه کار و عوامل مختلف دیگر امضا کنند بر اساس پیمانهای دست جمعی مربوط به سحیم شدن کارگران در منافع کارگاه ها که بر پایه بهرهوری منعقد شده است روش های افزایش تولید و کاهش ضایعات و توجه به بهرهوری کارگران ملاک عمل قرار گرفته است و حق سهم کارگران به نسبت مشارکت و میزان کارایی آنان در فعالیت های تولیدی کارگاه مربوط پرداخت شده است. تنها در سال گذشته 530 هزار نفر از کارگران بخش دولتی و بخش خصوصی با دریافت حدود 12 میلیارد ریال در منافع کارگاه های سنتی و تولیدی سعیم شدند. رقم کلی سود ویژه‌ای که به کارگران کشور پرداخت شده در طول 14 سال 128 برابر شده است. سیاست کار بر سه اصل کلی مبتنی است. یک سیاست اشتغال، با این هدف که هر کارگر ایرانی اولا بتواند از یک شغل مولد برخوردار شود ثانیا از یک حمایت منطقی در زمینه ثبات شغلی بهرهمند باشد بدین به معنی که در مقابل از دست دادن کار تأمین کافی داشته باشد و در صورتی که کار خود را به علتی از دست بدهد تا سرحد امکان وسایل ادامه کار برای وی در شغل دیگری فراهم گردد. به همین منظور شبکه وسیع مراکز کاریابی و اشتغال ایجاد شده است که تعداد آنها اکنون به 100 مرکز رسیده است و تا پایان برنامه عمرانی ششم این رقم به 250 عدد بالغ خواهد شد در صورتی که با همه اینها موردی پیش بیاید که کارگر بدون تقصیر و به طور غیر ارادی برای مدتی بیکار بماند بیمه بیکاری از او حمایت خواهد کرد دو سیاست موزد که بر اساس آن حداقل مزد کارگر ساده با توجه به نیازهای ضروری و هزینه زندگی برای مناطق و صنایع مختلف کشور هر سال یک بار تعیین می شود. به علاوه یک نظام مزدی در کارگاه بر اساس وظایف و ارزش هر شغل و شرایط احراز آن برقرار می گردد. نظام طبق بندی مشاغل در کارگاه ها ماهیت اجباری خاص دارد و از این نظر یک ابتکار خاص و جالب در سیاست مزد است. سه سیاست بهرهوری که به موجب آن عامل بهرهوری بیش از پیش در تعیین یا افزایش مزد کارگران مورد نظر قرار می گیرد و کوشش می شود که بین این دو رابطه مستقیم برقرار گردد. زیرا پیشرفت اقتصادی ایران ایجاب می کند که صنایع ما از نظر بهرهوری در سطح رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی قرار بگیرد. از طرف دیگر افزایش بهرهوری کارگران به ازدیاد درآمد و ارتقاء سطح زندگی آنان کمک می کند. بررسی انگیزه های افزایش بهرهوری نزد کارگران نشان داده است که یکی از مهمترین این انگیزه ها ایجاد ارتباط بین مزد و بهرهوری است. بدین به معنی که پرداخت دستمزد بر حسب نتایج کار صورت گیرد و در نتیجه با افزایش بهرهوری کارگر دستمزد وی نیز افزایش یابد. در این حال فرصت هایی که برای کارگران ایرانی در زمینه آموزش حرفه‌ای و افزایش مهارت فراهم شده است امکان ارتقاء کارگر را از یک طبقه شغلی به طبقه شغلی بالاتر و در نتیجه افزایش دستمزد وی را تأمین می کند. آموزش حرفه‌ای کوتاه مدت در چهارچوب اصل دوازدهم انقلاب یعنی انقلاب آموزشی انجام می گیرد و هدف کلی آن تجهیز منابع نیروی کار و رفع کمبود کارگر ماهر و نیمه ماهر در کشور است. جوانانی که بدون داشتن تخصص یا بدون اتمام تحصیلات حرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند و کارگران شاغل برای فرا گرفتن تخصص‌های مورد نیاز و افزایش مهارت و کارگرانی که به منظور تغییر رشته کار خود لزوماً باید مهارت‌های جدید کسب کنند، افرادی هستند که از این کارآموزی برخوردار می‌شوند. در تمام این موارد حق افراد نسبت به آموزش و ایجاد این فرصت برای آنان که در هر وضع و شرایطی بتوانند از این حق استفاده کنند در نظر گرفته شده است. جوانانی که فرصت برخورداری از هیچ نوع آموزش حرفه‌ای را نداشته باشند می توانند با استفاده از این حقی که به آنان داده شده است در مراکز کارآموزی مهارتی را که برای آن استعداد دارند فراگیرند. کارگرانی که دارای مهارت هستند نیز برای ارتقا به مقام و رتبه بالاتر در کارگاه خود می توانند در مراکز کارآموزی برای افزایش مهارت خیش تحت آموزش قرار گیرند. اگر در برخی از این صنایع نیروی کار اضافی و در بخش های دیگر کمبود نیروی کار وجود داشته باشد، کارگران اضافی با فرا گرفتن مهارت های مورد نیاز در بخش های اخیر می توانند مجددا به کار مشغول شوند. عامل بسیار مهمی که در همه این موارد دخالت دارد و مستقیما در تنظیم قراردادهای دست جمعی سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها موثر است گفت و شنود مستمر در کارخانه ها و کارگاه هاست با این گفت و کارگر به خوبی میداند که در کارخانه او چه میگذرد و از آنچه در سایر کارخانه ها میگذرد نیز آگاه می شود. زیرا بدون چنین آگاهی نمیتواند در امر بستن قراردادها و دریافت 20 درصد سود اظهار نظر کند. اکنون نیز که در شرایط جدید خود او صاحب سهم کارخانه می شود به علت تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و توضیحاتی که باید در این مجمع داده شود بر جریان کار اطلاع می یابد و می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم درباره آن اظهار نظر کند در عین حال وزارت کار طبق وظایف خود با کارگران به طور دائم تماس دارد یعنی بین کارگر و دولت گفت و شنود منظم برقرار است همه این مقررات و ضوابط متکی بر اصل حسن رابطه میان دو عامل اصلی تولید یعنی کار و سرمایه است که شرط تحقق آن ایجاد محیطی سرشار از صداقت و اعتماد و همکاری است بر همین اساس بود که مقررات سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های صنعتی و تولیدی بر پایه حفظ و حمایت از سرمایه و در عین حال بر پایه حفظ و حمایت از نیروی کار و مشارکت آنان در دستاوردهای کارشان استوار گردید. چون این حمایتی در عین حال با برقراری ضوابط صحیح اقتصاد صنعتی محیط سالمی برای گسترش صنایع فراهم کرد و در نتیجه تحقق این اصل از انقلاب به صورت انگیزه ی همکاری کارفرما و کارگر در راه تولید بیشتر و بهتر و در عین حال اهرم استواری برای توزیع عادلانه سود این تلاش مشترک درآمد با همه اینها کوشش انقلابی در زمینه کار و مشارکت کارگران و در عین حال کشاورزان و سایر مردم کشور در دست آوردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکت در اجرای اصل چهارم انقلاب خلاصه نشد زیرا در دو سال پیش اصل دیگری به عنوان سیزدهمین اصل انقلاب اعلام شد که گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی نام داشت و مسلما اعلام این اصل نقطه عطفی در تحول صنعتی کشور و عامل اساسی یک دگرگونی عمیق در روابط اقتصادی و اجتماعی ملی بود. مشارکت کارگران و دیگر مردم در سرمایه واحدهای تولیدی بزرگ بخش خصوصی و کارخانه های بخش دولتی که حاصل اجرای این اصل انقلاب و یکی از پدیده های اقتصادی بی سابقه و بی‌نظیر جهان است، نه فقط باعث توزیع عادلانه‌تر درآمد می شود و فضای کار و روابط کارگر و کارفرما را با تفاهم و همکاری بیشتر در می بلکه باعث می شود که کارگر ایرانی دیگر خود را فقط عامل مولد ثروت محسوب نکند بلکه در عین حال مالکیت قسمتی از واحدهای تولیدی مملکت را نیز داشته باشد بدین ترتیب صنایع ایران با بهکار گرفتن سرمایه ها و پسندازهای کوچک و نیز با بهرهگیری از علاقمندی عمومی به صنایع ملی و همبستگی کارگر و کارفرما از تمامی ها و استعدادها در امر افزایش سطح تولید و بالا بردن مرغوبیت کالا و در نتیجه اطلاع قابلیت رقابت مصنوعات کشور بهرهمند خواهند شد انگیزه اعلام این اصل توجه به دین واقعیت بود که پیشرفت سریع کشور در راه صنعتی شدن و سود بخشی فراوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی که با تشویق و کمک دولت برای این نوع سرمایه گذاری ها همراه بود به تدریج راه برای پیدایش نوعی فئودالیسم صنعتی میگشود که طبعا نمی بایست جانشین فئودالیسم ارزی ملغا شده گردد از طرف دیگر اصل اقتصاد دموکراتیک به عنوان زیربنای اقتصادی انقلاب ایجاب میکرد که هیچ گونه عامل استثماری در اقتصاد ایران دخالت نه داشته باشد خواه این استثمار به وسیله شخص یا به وسیله دولت و یا توسط دسته ای که مدافع یک اقلیت یا یکی از طبقات خاص اجتماع باشد انجام پذیرد این احتمالی بود که با وضع ماده 13 هم انقلاب به موقع راه بر آن بسته شد این احتمالی بود که با وضع اصل 13 هم انقلاب به موقع راه بر آن بسته شد انگیزه دیگر اعلام این اصل تسریع در پیشرفت صنعتی کشور از طریق بالا بردن تولید و بهرهوری و افزایش میزان اشتغال و افزایش سطح درآمد ملی است در این زمینه ارتقاء سطح درآمد کارگران و کشاورزان که سهم حیاتی در پیشرفت اقتصادی کشور به عهده دارند مورد تاکید خاص است ولی البته این تاکید مبین توجه به بالا رفتن سطح زندگی سایر طبقات نیست بر این مبنا برای از بین بردن فواصل نامعقول درآمدها در بخش صنعت و پیشگیری از زیانهای ناشی از ایجاد فودالیسم صنعتی که شرایط بالقوه آن از طریق تمرکز تجمع و سرمایه در واحدهای صنعتی فراهم می شود و نیز به منظور ایجاد رابطه معقول و عادلانه بین عوامل تولید که زامن تداوم رشد صنعتی کشور است فرمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صادر شد و برای اجرای آن قانون لازم به تصویب قوه مقننه رسید. به موجب این قانون و آینامه اجرای آن کلیه واحدهای سنتی و تولیدی کشور که پنج سال از تاریخ بهره برداری آنها گذشته باشد، مکلفند سهام خود را در درجه اول به کارگران و کارکنان خیش و سپس به کارگران و کارمندان دیگر واحدهای تولیدی، کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه کنند. به طوری که تا پایان مهرماه ماه 2537 شاهنشاهی معادل 99 درصد سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آنها در دست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که به وسیله شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تعیین می شود در اختیار مردم قرار گیرد. حفظ یک درصد سهام واحدهای بخش دولتی از طرف دولت فقط بدین منظور است که مدیریت دولت در گردش کار این واحدها محفوظ بماند عرضه 49 درصد سهام در واحدهای بخش خصوصی نیز بر این اساس پیش بینی شده است که کسانی که برای ایجاد این واحدها سرمایه گذاری کرده و آنها را تا مرحله سودبخشی پیش برده اند، همچنان اکثریت سهام آنها را در اختیار داشته باشند تا در کادر مدیریت این واحدها پس از فروش سهام آنها مشکلی پیش نیاید البته صاحبان سهام اکثریت مدیران لایق را انتخاب خواهند کرد اجرای این اصل طبعا در امر توزیع عادلانه تر درآمدها و توسعه مشارکت عمومی در فعالیت های اقتصادی تأثیر قاطع دارد. عرضه سهام واحدهای تولیدی به کارگران آنها را مستقیما در نتایج کوشش هایشان سهیم می کند و افزایش تولید و بهبود در کیفیت آن را نیز به همراه می آورد. از طرف دیگر مشارکت کشاورزان در این امر که از طریق شرکت های تعاونی روستایی و شرکت های سهامی زراعی یا مستقلا صورت می موجب پیدایش ارتباط مستقیم و سازنده بین فعالیت های کشاورزی و صنعتی می شود. در اجرای این اصل از انقلاب تا کنون سهام 153 واحد تولیدی کشور که قبل از اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار تعداد محدودی سهامدار عمده بود در اختیار بیش از 163 هزار کارگر و کشاورز قرار گرفته است و پیش بینی می شود که تا پایان مهرماه ماه 2537 شاهنشاهی روی هم 320 واحد تولیدی بزرگ 49 درصد سهام خود را ارزش تقریبی 170 میلیارد ریال به کارگران و سایرین عرضه کنند. این مشارکت غالبا به کمک وام هایی که دولت به آنها می دهد عملی می شود. به دین ترتیب که کارگرانی که بیش از یک سال در یک واحد تولیدی مشمول قانون کار به کار مشغول بوده اند می توانند با اعتباری که سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی در اختیار آنها قرار می دهد تا حد اکثر 500 هزار ریال از سهام واحدهای تولیدی مذکور و یا هر واحد تولیدی مشمول قانون را خریداری نمایند. باز پرداخت این اعتبار بایستی حد اکثر ظرف ده سال از محل سود سهام بر طبق ضوابط مشخص انجام گیرد و البته این بدهی در هر موقع می تواند به صورت یک جا پرداخت شود. پیش بینی شده است که کارخانجات به از همان روز اول 49 درصد سهام را عرضه کنند. بدین ترتیب که دولت آنها را از کارخانه خریداری کند سپس با همان شرایط کارخانه به کارگر واگذار نماید. چنین مشارکتی تحقق تئوری تازه است میان روش مارکسیسم این که هیچ انگیزه جالبی برای خوب کار کردن به کارگر نمی دهد و روش سرمایهداری صرف که به علت بهرهکشی انسان به دست انسان فاقد ارزش اخلاقی است. در سیستم مشارکت ما کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می کند. سرمایه و ابتکارات خصوصی محترم شمرده می شود و در عین حال حقوق انسانی و اجتماعی کارگر نیز مورد حمایت کامل قرار می گیرد. وقتی که یک نفر جنبه کارگر مالک را داشته باشد، تضادهایی که هر یک از این دو جنبه را در صورت مجزا و مستقل آنها در بر می گیرد، دیگر انگیزه وجودی نخواهد داشت. از طرف دیگر شریک شدن مردم در سهام کارخانه ها سرمایه های تازه ای را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیج می کند. زیرا پولی که هر فرد بابت خرید سهام پردازد به طور غیر مستقیم سرمایه گذاری مجددی در راه صنعتی کردن کشور است از این طریق بیان که امکان پیدایش قولها یا امپراتوری های صنعتی باشد با پخش سهام میان مردم پول اضافی آنها به صورتی شرافتمندانه و با نتایج مطلوب برای ایجاد صنایع تازه و تولید ثروتهایی، گردآوری می شود که می باید حاصل آنها تدریجا جای درآمد کنونی نفت را بگیرد. بدین ترتیب شرایط و محیط کار در جامعه کنونی ایران بر اثر همکاری صمیمانه دولت، کارفرما، کارگر و اجرای قوانین انقلابی کار و صنعت از هر زمان دیگر در طول تاریخ کهن ایران مترقی تر و عالی تر است. با برخورداری از این شرایط، اکنون طبقه کارگر ایرانی نه تنها در داخل جامعه خود از موقعیت شایسته برخوردار است، بلکه در جامعه جهانی نیز از نظر حقوق و امتیازات قانونی و قوانین مترقی کار در صفوف مقدم جوامع پیشرفته قرار دارد. در این زمینه طبعا توجه به کیفیت کار اهمیت فراوان دارد زیرا در دنیای امروز یکی از مهمترین وجوه امتیاز و ملاک پیشرفت جوامع درجه ترقی بهرهوری و مدیریت و کفایت آنها در استفاده از پدیده ها و دستاوردهای دانش و تکنولوژی است برای این کار باید کوشش شود که از نیروی ابتکار و استعدادهای فردی کارگران حد اکثر استفاده به عمل آید و امکانات لازم برای پرورش شخصیت و دانش آنان چه در محیط کار و چه در خارج از آن به نحو احسن در دسترس ایشان گذاشته شود. برای تأمین این منظور طرح جدید قانون کار که با توجه به آخرین تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور تهیه شده شرایط کار کارگران را در بیشتر زمینه ها مورد تجدید نظر قرار داده و ضوابطی تازه برای آن در نظر گرفته است که با مختزیات و نیازهای آینده ایران سازگارتر خواهد بود. از طرف دیگر در مورد بیمه های کارگری، امور رفاهی، اجتماعی، ورزش، تربیت بدنی کارگران و خانواده آنان اقدامات وسیع در جریان است. هزاران کودک این خانواده ها در شیرخارگاه ها مراقبت می شوند و در عین حال اندرزگاه های خاصی آنها را در مورد امور خانواده و بهداشت و آموزش راهنمایی می کنند. و بدانان مهارت های گوناگون از قبیل کارهای دستی، دوزندگی، آشپزی و غیره می آموزند. تعاونی های مصرف مواد غذایی و دیگر کالاهای مورد نیاز را با قیمت های نازل تر در دسترس آنان می گذارند. تعاونی های اعتبار و مسکن نیز نیازمندی های آنان را از این حیث تأمین می کنند. و به خصوص بانک رفاه کارگران برای تهیه مسکن و دیگر امور ضروری به دانان وام کمبهره می پردازد. در سالهای اخیر در حدود 250 باشگاه ورزشی برای کارگران در تهران و شهرستانها ایجاد شده است. دو اردوگاه بزرگ تابستانی در کرانه خزر مورد استفاده ده ها هزار کارگر و خانواده های آنهاست. ایجاد تدریجی تعداد بیشتری از اردوگاه ها و استراحتگاه ها در مناطق خوش آب و هوا به منظور استفاده بهتر کارگران از مرخصی های سالانه قسمتی از طرحهای در دست اجراست.